هفته با حسین مارتین فاضلی، کارگردان و مستندساز ساکن ونکوور در کانادا گفتگو میکنم. پولان فیلم جدید این هنرمنده، اثری درباره یک دختر جوان و ماجراجوی هندی که تحول بزرگی در این کشور ایجاد میکنه. فیلم برداری پولان مدتی است به پایان رسیده و در مراحل نهایی تدوین قرار داره. در دقایق پیش رو درباره همین مستند گفتگو میکنیم. حسین مارتین فاضلی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستی. درود بر شما مکری. در ابتدا مقداری درباره پولان توضیح بدید تا بیننده ها بیشتر با اون آشنا بشن. چه ارزش و جایگاهی داشته؟ پولان یه دختر بود از کاستای خیلی پایین در جامعه هند که خیلی فقیر، که در 17 سالگی به وسیله یه از راهزنای کاستای بالایی روبوده میشه و به مدت 10 روز مورد تجاوز گروهی قرار میگیره و از این بابت واقعا جایگاه ارزشی نداشته توی جامعه. فقیرترین و بدبختترین بدبخت‌ها بوده، فقیرترین و فقیرترین فقیرها بوده. منطقه کاری که انجام میده اینه که از دست این راهزنها فرار میکنه و دسته خودش رو راه میندازه و این متجاوزین رو شکار میکنه، تبدیل میشه به یک راهزن، ولی یه راهزن متفاوت. به خاطر اینکه فقر رو با گوشت و پوست و استخون خودش حس کرده بوده، از ثروتمندان میدزده، میده به فقرا. اگه جایی شنیده که مردی به زنی، دختری تعدی کرده، تجاوز کرده، میره غیابن از طرف اون زن، اون دختر انتقام میگیره، تبدیل میشه به یه نوع رابین هود و دولت هند، نیروهای انتظامی هند، نظامی هند به مدت 7 سال 8 سال دنبال این دختر میگردن که پیداش بکنن، دستگیرش بکنن، اینکه بکشنش و نمیتونن. و به هر حال تبدیل میشه به یک قهرمان برای خیلی از آدم های بدبخت و مفلوکی که توی هند دارن زندگی میکنن. بعد از یه مدت تصمیم میگیره که خودش رو تسلیم بکنه، میره زندان، در زندان عوض میشه، بودیست میشه، خشونت رو تقبیح میکنه، به یوگا و مراقبه میپردازه و یه مبارزه بی خشونت میاد بیرون، خودش رو کاندید نمایندگی مجلس میکنه و اکثریت چشمگیری از این کاستای پایینی به این رأی میدن و میشه نماینده مجلس و اونجا هم برای حقوق زنان مبارزه میکنه برای سالیان سال. و این داستان زندگی پولاندری هستش، داستان بسیار الهام بخش و توان بخش. آدمی بوده که یه جورای آسفالت رو شکونده اومده بیرون. ولی چرا به این سوژه علاقمند شدی و تصمیم گرفتی تا مستندی در این باره بسازی؟ این شخصیت چه جذابیتی برات داشت؟ خب میدونید ما به عنوان فیلمساز، ما هممون آدمایی هستیم که کار دراماتیک میکنیم و داستان پولاندویک داستان بسیار دراماتیکه. شما چند تا پولاندوی توی دنیا دارین؟ چند تا پولاندوی میشناسید؟ هستن دا، نمیگم نیستن، ولی به طور کلی آدمای مثل پولاندوی که میگم آسفالت رو شکوندن اومدن بیرون خیلی کمن. نمونه دیگه‌اش مثلا علی سوای پولاندوی، مالکوم ایکس توی جامعه آمریکا. مالکوم ایکس یکی از رهبرای جنبش مدنی آمریکا بود دهه 60 که خب بعد زدن ترورش کردن. منتها مالکوم ایکس قبل از اینکه بره زندان، قبل از اینکه متحول بشه، دچار دگردیسی بشه، پانداز بود، دلال محبت بود، دلال سکس بود. خب میره اونجا توی زندان، میاد بیرون، آدمی هستش که آکسفورد دیکشنری رو خونده، در واقع لغتنامه آکسفورد، واژه‌نامه آکسفورد رو خونده از اول تا آخر، تبدیل میشه به یکی از این رهبران جنبش مدنی. خب این داستانش گفتن داره. در مورد پولان هم همین هست و علتش هم به نظر من، از دید من مامانی مستندساز، این هستش که ما قبل از هر چیز، بیش از هر چیز، به سرمشق نیاز داریم توی جامعه و این آدم یک سرمشقه. این آدم داره بهت میگه که اگر بخوای زندگی تو عوض کنی میتونی. از این بابت هم یک جنبه اجتماعی داره این داستان، به این معنی که در واقع میشه گفت ما رو متوجه نابسامانی های وحشتناک اجتماعی میکنه که وجود داره، خیلی جاها وجود داره، فقر، بی‌عدالتی، در واقع میشه گفت نابرابری جنسیتی و از این قبیل. و از طرف دیگه یک داستانی هستش که تو میتونی در سطح شخصی و فردی باش همزادپنداری بکنی، باش ارتباط بگیری، بگی این دختر این کار کرد تو موقعیت، خب من تو این موقعیتی که هستم میتونم اون کاری که میخوام انجام بدم. درباره مستند توضیح بده، شامل چه مطالبی است، چه مسیر و جهتی داره؟ بله، مستند یه مستند 90 دقیقه‌ایه
و مستند داستانی، در واقع یه بخشش مستند، یه بخشش داستانی، چیز حدود 70% فیلم مستند، 30% داستانی هستش، به خاطر اینکه ما اون داستان زندگی پولان رو در این حال دراماتیزه هم می‌خوایم بکنیم، بخش دراماتیک هم می‌خوایم بهش بدیم. و پروژه هستش که به وسیله بنیاد توس در لندن ساپورت شده و خانم جمیل خرازی که تهیه کننده ارشد فیلم هستن و خب دیگران. درباره پروسه تحقیق و پژوهش توضیح بده، از چه منابع تصویری یا نوشتاری استفاده کردی؟ چقدر این پروژه طول کشید؟ بله خب ما الان چیزی حدود 4 سالی که داریم روی این پروژه کار میکنیم، یعنی اصلا پروژه راحتی نبوده، ساده ای نبوده. چیزی حدود 4 بار به هند سفر کردیم. من با تمامی اعضای خانواده پولان، مادرش، خواهرش، برادرش صحبت کردم، هم قطاراش زمانی که راهزن بوده، آدمایی که بهشون تیر انداخته، آدمایی که باهاش تیر انداختن، نمیدونم منشیش توی پارلمان، چندی از روشنفکرها، فعالان حقوق زن، با همه اینها صحبت کردم. یعنی تمام آدمهایی که یا این را از نزدیک میشناختن یا اینکه حرفی برای گفتن راجع به زندگیش دارن، راجع به در واقع میشه گفت دستاوردهاش دارن. و پروسه تحقیقم به این صورت بود که خب من سفر اولم به هند 2012 کردم، رفتم اونجا، در واقع درآوردم که اصلا داستان چی بوده، چقدر در واقع چقدرش حقیقیه. چون میدونین وقتی یه آدمی گنده میشه مثل پولان دوی، شایعه راجع بهش زیاده، دور و برش زیاده، ما به هر حال با این شایعه ها رو یه جوری پاک میکردیم، میرسیدیم به در واقع عمق داستان و حقیقت داستان. و خب این کارم انجام شد، یه پروسه چند ماهه بود، تحقیق خیلی زیادی انجام دادیم. مبنای فیلم کتابیه که خود پولان راجع به زندگیش نوشته به اسم آی پولان دوی، من پولان دوی. عملا ما داریم داستان پولان رو از زبان پولان بازگو میکنیم. درباره فیلم برداری این مستند توضیح بده، به چه شهرهایی سفر کردی و با چه چالش‌های مواجه بودی؟ چالش‌ها خب خیلی زیاد بود و هنوز هم هستش، یعنی بخاطر اینکه پولان یه آدمی بوده که در جامعه هند یه جورایی در واقع یک شخصیتی هست، یه شخصیتی هستش که جامعه هند رو پولاریزه کرده، به این معنی که یه دستن یه تعداد بسیار زیادی از اون اخشار پایینی و همینطور روشنفکرها، فعالان حقوق زن، آدم هایی که بازندیشن، آزاداندیش هستن، طرفدارش هستن و نسبت بهش سمپاتی دارن، منتها یه دم اصلا توی جامعه هند که ازش متنفرن، هنوز متنفرن و یه جورایی حتی نمیخوان سر به تنش بشه، به خاطر اینکه آمده یک چیزی رو شکسته در جامعه هند، یعنی اون هنجارهایی رو که اونجا بوده به نوعی عوض کرده، خب مرزها رو دوباره معنی کرده. و به خاطر همینم کار کردن زیاد راحت نیست، به خاطر اینکه خیلی از اونایی که ازش متنفر هستن دست بالا رو دارن توی جامعه هند و مقام دارن، موقعیت دارن، وکیلن، وزیرن. اینه که خب وقتی میشنون که شما دارین یه فیلم میسازی راجع به این آدم، استقبال نمیکنن، سعی میکنن سنگ اندازی کنن. مسئله اینجوری زیاد داشتیم. من همه جا سفر کردم، من به دهی رفتم که اونجا 10 روز بهش تجاوز گروهی شده، با اهالی اون ده صحبت کردم، به دهی رفتم که برگشته و خب همون ده در واقع میشه گفت اسم ده بهمای هستش، برگشته و انتقام گرفته، یه در کشته، 21 نفر رو کشته و میری اونجا و طرف با تردید به نگاه میکنه، میگه کی هستی، شد دوباره میخوای یه فیلم بسازی بر علیه پولان. حالا نه اینکه ما تو این فیلم فقط داستان پولان نمیگیم، داستان اینها رو هم میگیم. پولان یه شخصیت، یه در واقع میشه گفت خطی یک دست نبوده، هم خوب داشته هم بد داشته، مثل هممون که هم خوب داریم هم بد داریم. یعنی با در کلیت بهش نگاه کرد، به کلیت زندگیش نگاه کرد. خب رفتن به اون جایی که اینقدر نسبت به پولان آنتیپاتی داره و اینقدر در واقع میشه گفت باش مخالفن و ضدن و پر از تفنگ هم هستش، پر از اسلحه هست، راحت نیست. ما تونده که بودیم مجبور شدیم که خیلی زود جمع بکنیم و بریم، به خاطر اینکه یه ده گفتن نه شما حق نداریم اینجا اصلا فیلم برداری بکنیم، شما نمیتونیم، ما اصلا نمیخوایم کاری با پولان داشته باشیم، اصلا نمیخوایم ربطی بهش داشته باشیم. طرف نمیدونم تقریبا فک منو شکست، دوربین ما رو شکستن. میخوام بگم که خب راحت نیست، چالش خیلی زیاد بوده. حالا شاید اصلا فیلمی راجع به ساختن فیلم بدیم بیرون و درست بکنیم بذاریم تو یوتیوب، اینا که اصلا فیلم چجوری درست شد. خب فیلم الان در چه مرحله ایه؟ چه برنامه‌ای برای اکرانش داری؟ به چه صورت میشه آگاهی‌های بیشتری در این رابطه کسب کرد؟ بله فیلم 75% تموم شده، تکمیل شده، فقط 25% مونده. ما الان در مرحله تدوین هستیم، منتها برای رسیدن به خط پایان، برای انجام اون 25% به حمایت مالی احتیاج داریم، به کمک مالی احتیاج داریم،
به خاطر همین هم یه کمپین رو انداختیم به اسم کیکستارتر و از مردم خواهش کردیم که بیان و در هر حدی که میتونن از 5 دلار تا 1000 دلار کمک بکنن. داستان مهمیه در مورد برابری جنسیتیه، در مورد حقوق زنان هستش و حقوق بشر، حقوق زن حقوق بشره از دید من. اینه که امیدواریم که اونهایی که باور دارن به داستان، باور دارن به نیاز به از بین بردن این نابرابری ها و نابسامانی های اجتماعی بیان کمک کنن تا اینکه فیلم ساخته بشه. فیلم رو من برای خودم نمی سازم، فیلم رو برای مردم می سازم، برای جهان می سازم، جهانی که درش بی‌عدالتی وحشتناک وجود داره و حضور داره و همه ای ما باید در واقع دست به دست هم بدیم تا بهبود ببخشیم در هر حدی که میتونیم به وضعیت این جهان. کسی نمیدونه داستان پولاندوی رو، توی هند میدونن، خارج از هند خیلی کم میدونن داستان پولاندوی رو. خب این داستان باید مطرح بشه، ما باید بگیم، ما باید حرف بزنیم راجع به آدمایی که میتونن سرمشقمون قرار بگیرن، راجع به آدمایی که میتونن در واقع بحثی رو در بیاندازن، بحث انگیز بشن، بحث برانگیز بشن. خب بابا راجع به این قضیه بیشتر صحبت کنیم، ببینیم پولاندوی اون کارو کرد، ببینیم این نمونه هست، اون نمونه هستش. در مورد فرهنگ خودمون اگه راجع به مصدق فیلم می‌سازیم، اگه راجع به کوروش کبیر فیلم می‌سازیم، خب در هر فرهنگی ما به هر حال آدم‌هایی هستیم، آدم‌های این جهان هستیم، آدم‌هایی هستیم که به خودمون رو در واقع میشه گفت شهروندان این جهان می‌بینیم، فقط شهروندان ایران یا آمریکا یا کانادا که نمی‌بینیم که. خب راجع به این شخصیت‌ها باید فیلم ساخته بشه، راجع به این شخصیت‌ها باید حرف زده بشه. من به خاطر باوری که به این پروژه دارم و به خاطر باوری که به پولاندوی دارم و کاری که کرده و اهمیت کاری که کرده و تأثیری که اون کار میتونه بگذاره خب بر آدم‌ها، بر مردمان این دنیا، دارم این فیلم رو می‌سازم. ما هند که رفته بودم، توی همین روستاهای هند که فیلم برداری می‌کردیم، یه موقع یه نفری که از این همکارای هندی ما برگشت، جایی بودش، روستایی بودش که دخترای در واقع میشه گفت تینیجر اینها 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله جمع شده بودن، چون داشتیم فیلم برداری می‌کردیم، واسهشون تازگی داشتم، اینجوری داشتن نگاه می‌کردن، می‌خندیدن، دورمون کرده بودن. بعد این آقا برگشت من گفت که این دختره رو می‌بینی؟ گفتم آره. گفت نه 80%شون بهشون تجاوز شد. خب این فاجعه است. اگه ما بتونیم با این فیلم کمک کنیم که به یه دختر تجاوز نشه، یا یه دختر وقتی که تجاوز بهش میشه خودشو نندازه تو چاه، تا آخر عمر با سرافکندگی و شرمساری زندگی نکنه، کارمونو کردیم. و این مسئله فقط مسئله هند هم نیستش، تو ایران همین مشکل رو داریم، نابسامانی وحشتناک اجتماعی رو داریم، توی آمریکای شمالی، توی آمریکایی که شما دارین زندگی میکنین، آقای مکری سال پیش به 270,000 زن تجاوز شد. من معتقدم که تا زمانی که ما نتونیم به برابری جنسیتی برسیم، به عدالت اجتماعی نخواهیم رسید. باور منه ارتباط تنگاتنگی بین این مسائل وجود داره. ما اون چیزی رو درو میکنیم که میکاریم. ولی این فیلم مستند چه پیامی برای بیننده ایرانی داره؟ از چه نظر میتونه تاثیرگذار باشه؟ چه اهمیتی داره؟ خب پیامش برای بیننده ایرانی شاید این مقداری بیشتر از پیامش برای بیننده مثلا کانادایی یا ژاپنی باشه. باید اینکه ما در ایران به هر حال با زن ستیزی مواجه هستیم، همیشه مواجه بودیم، اون تا الان یه بچه قانونی هم پیدا کرده و نهادینه شده یه جورایی. منتها رفتار با زن، من همیشه زمانی که تو ایران زندگی میکردم تا هم سنینی که بسیار آخرای تینیجری که آمدم بیرون اینا، همیشه با رفتاری که با زن میشد تو اون جامعه مشکل داشتم. یعنی خودم نه اینکه بدونم چه خبره، منتها احساس میکردم که یه چیزی اینجا درست نیست، یه اتفاق نادرستی داره میفته، غلطی داره میفته. موارد خیلی زیادی وجود داره از اون مشکلات وحشتناکی که زنها باش درگیر هستن، از اینکه زن نمیتونه قاضی بشه یا رئیس جمهور بشه که حالا اینا کارتای جدید، مسئله جدید بعد از انقلاب، تا همین مسئله که زن توی خیابون داره، راه رفتنش، مزاحمت‌های وحشتناک خیابونی، نمیدونم مشکلاتی که سر کار پیدا میکنه، بالا با رئیسش، کلن بدن زن متعلق به خود زن نیست. زن رو یک با بدنش میسنجن، با جسمش میسنجن، یک. و دو، اون جسم هم میگن متعلق به تو نیست، متعلق به ماست. خب حالا به عنوان برادر متعلق به منه، به عنوان شوهر متعلق به منه، به عنوان پدر متعلق به منه، به عنوان جامعه متعلق به منه، به عنوان دین مذهب متعلق به منه. خب اینه که برای یک
جامعه‌ای مثل جامعه ما، و البته من بگم زنان وحشتناک دارن کار میکنن، زنان وحشتناک دارن مبارزه میکنن. مایه افتخار منه که ایرانی هستم، که این زنان رو میبینم که اینجوری در واقع میشه گفت دارن آسفالت رو میشکنن میان بیرون، اصلا راحت نیستش. من فکر میکنم که داستان مبارزه زنهای ایرانی الهام بخش همه زنهای دنیا میتونه باشه. متو به هر حال این داستان داستانی است که میتونه الهام بخش زنان ایرانی باشه که تو اون جامعه دارن زندگی میکنن. متو خب به هر حال داستان فقط در مورد ایران نیست، داستان در مورد زنان ایرانی نیست، در مورد مردان ایرانی نیست، در مورد ایرانیان نیستش. داستانی که در مورد همه دنیاست. حالا ممکنه مثلا فرض بگیرین زنان ایرانی بتونن بیشتر باش همزادپنداری بکنن تا نمیدونم زنان فرانسوی یا زنان آلمانی. منتها یک داستانیه که مربوط به همه دنیا میشه. من فکر میکنم نابرابری جنسیتی یه مسئله هندی یا ایرانی نیست. اینه که من فکر میکنم پیامی که فیلم داره واسه همه است، منتها ببیشه واسه اون آدمایی که در جامعه های زندگی میکنن که بزن درشون بیشتر پایمان میشه. تو همیشه توجه خاصی به مسائل اجتماعی داشتی، در آثارت به نابرابری ها و ناهنجاری ها پرداختی. چرا این مسائل برات مهمه؟ چه هدفی در فیلم سازی داری؟ من فکر میکنم من یه موجود سیاسی اجتماعی هم همیشه بودم. من فکر میکنم که میگم من نصف دنیا رو گشتم، برگشتم امیدوارم وقت پیدا کنم بگردم، ولی چیزایی که میبینم میگم در این حال که خیلی خوب بوده، قشنگ بوده، زیبا بوده، وجوه خیلی وحشتناکی هم داشته. در این حال شما اصلا نگاه کنید میبینید 800 میلیون هندی زیر سطح فقر زندگی میکنن با معیارهای جهانی. توی جامعه مثل ایران ما 3 میلیون روسپی داریم که خیلی از اینا انتخاب خودشون نبوده و نیست که برن روسپی بشن، مجبور بودن برن روسپی بشن. اینها تضادهایی که وجود داره، اختلافات وحشتناکی که وجود داره، اختلاف وحشتناک طبقاتی وحشتناکی که حتی توی جامعه مثل آمریکا هستش، شما نمیتونید نسبت به اینها بی‌اعتنا باشید. من هیچ وقت بی‌اعتنا نبودم. من فکر میکنم که من درد دیگران رو درد خودم میبینم، درد خودم میپندارم. حالا خوشبختانه متاسفانه من فکر نمیکنم اگه همسایه‌ام گرسنه است یا اینکه داره از درد به خودش میپیچه، داره داد میزنه روز و شب، من میتونم اینجا راحت زندگی کنم. حسین مارتین فاضلی، از شرکت در این گفتگو سپاسگزارم. برات آرزوی موفقیت دارم در ادامه برنامه ها و پروژه هایی که در پیش داریم. با سپاس از شما ایموکی، روزتون بخیر. مرسی از اینکه تا این هنگام با ما همراه بودید. امیدوارم از تماشای این گفتگو لذت برده باشید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.